گاهی بیمارا خیلی اصرار میکنن به ما آقای دکتر هر چی میتونی کوچیکش کن، من کاری ندارم فرمستی میشه دکتر، تو فقط بینی منو کوچیک کن. پس ما اگر که یعنی دوست داشته باشیم بینی اون یه مقداری بوس داشته باشه، یا به قول خیلی مخاطبان بینی فانتزی داشته باشیم، بینی عروسکی داشته باشیم، دیگه این محدوده طبیعی نیست، یعنی ما تنفسمون دیگه به هم میریزه؟ نه اینطوری نیست. تو نچرال بیوتی هم ما تیف داریم، بینی‌ها دسته‌بندی میشن. یه بینی کیوت نچرال یعنی یه بینی که کمی بوس داره، یه مقدار سربالاست و حالا به قول شما عروسکی یا نیمه فانتزیه، یه همچین بینی هم توی تیف بینی‌های طبیعی میتونه قرار بگیره به شرط اینکه هارمونیش با چهره برقرار باشه و دست اندازی و عمل کرده طبیعی بینی نکرده باشیم و بتونیم براش عمل کردش کنم. مهمترین بحثی که تو جراحی‌های زیبایی صورت و به خصوص بینی مطرحه، بحث ایجاد هارمونی در معنیش این نیست که یه بینی طبیعی حتما باید کاملا صاف و بدون قوس باشه، نه، بسته به چهره فرد، بسته به کرکترش، بسته به جایگاهش، بسته به اون چیزی که دوست داره و فرم چهرهش. ما یه بینی که یکم قوس داره، یه بینی که کیوت نچرال باشه، یه بینی که فرم داشته باشن هم توی دسته‌بندی طبیعی قرار میدیم و اینا میتونن هارمونی رو به اون چهره برگردن. با کوچک کردن هرچه بیشتر بینی بحثش فرق میکنه. این بینی قراره که دو تا مجرا داره هوا ازش رد شه، تا یه جایی ما مجازیم کوچیکش کنیم. پس بنابراین حفظ هارمونی چهره در این حال فرم دادن بینی، کوچک کردن به اندازه معقول بینی، ایجاد تناسب توی چهره با عرض بین گونه، عرض بین دو تا گوشه‌های چشم، با پرهای داخلی، با گوشه‌های داخلی چشم و کلا هارمونی در چشم برقرار کردن، میتونیم بینی رو خیلی زیبا کنیم، فرم هم بهش بدیم. در اغلب بیمارایی که در گذشته جراحی فوق العاده فانتزی کردن، مشکلات شدید تنفس رو مواجهن و اینا این تجربه بینشون منتقل میشه، یه تجربه دست جمعی همه داره ما ایرانیا که بینی‌های مدلی باعث شد که در بلند مدت نه تنها زیبایی رو تامین نکرد، بلکه مشکلات تنفس هم ایجاد کرد. در مدرن راینوپلاستی ما تلاش می‌کنیم که در عین حال که حفظ فانکشن و تنفس رو داریم، بتونیم نچرال بیوتی فرم مناسب و قشنگ و هارمونی خوبی رو برای چهره فرد تامین کنیم.